بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب قاری عبدالبصیر مفتیزاده یک تن از شاگردان دارالحفاظ شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی واقع جاده مهتاب می باشد. دار تجوید و دارالحفاظ شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی از مدت 7 سال به این طرف تأسیس شده و در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در خدمت قرآن دوستان قرار داره. در دارالحفاظ رشته های روحانی قرآن کریم، تجوید قرآن کریم، قرائت و حفظ قرآن کریم تدریس میشه و الحمدلله تا حال بیشتر از صدها تن از دارالحفاظ فارغ التحصیل شدن، یعنی حفظ قرآن کریم را به پایه اکمال رساندن. یکی از آرزوهای دیرینه ما بود که یکی از فرزندان ما حافظ قرآن شود. روزی که ما به مدرسه قاری سید عبدالسمی جان به جاده مهتاب اینا رو بردیم، روزی که تحویل دادیم به مدرسه، از اونجا که بیرون شد واقعا اشکای ما میریخت. میگفتیم خواه شدی با اولاد ما انشاءالله حافظ قرآن و با آرزوهای خود ما خواه رسیدیم. انشاءالله که صبر کردیم باید به تای مدت دو نیم سال تا با ما آرزوی خود رسیدیم و مقصد خود اولاد ما انشاءالله حافظ قرآن شد. خداوند هدایت کنه، خداوند اونا رو حفظ کنه و علم بیشتر باز اونها نصیب کنه، علم با خیر باز اونها بده. با لطف خداوند توانستم به مدت دو سال در نزد اساتید محترم کل قرآن کریم را حفظ نمایم. قاری سید عبدالبصیر جان یک تن از شاگردان موفق دارالحفاظ شهید رحمانی می باشد. همچنان عبدالبصیر جان می توان گفت از خوبی هایی که داره به تایم خود موفق به وقت خود می آید، به وقت خود میره و همچنان به درس های خود به طوری که استاد نجمی خان همچنان موفق می باشه. چون وقتی که قرآن حفظ نبود تمام دورای پخته بود و توانیست که سی جزه که خلاص کنه، همه دمی که خلاص کرد تونست که امتحان بده پیش استاد و موفق شد قرآن خور ختم کرد و همچنان از اخلاق او، اخلاقی که او داره با بزرگان، کسانی که از او بزرگترن، احترام خوبی برخوردار می باشه و همچنان کسانی که هم سن و سال او هست با اونها رفتار بیجا، شوخی های بیجا مثل شاگردان بچه های کوچه نمی باشن. این جانب محمود کرمی هستم با ما قاری سید بصیر احمد جان مفتی زاده. مبالغه نشود در رابطه خوبی های قاری سید بصیر احمد جان. واقعا ما بچه های امروزی رو که می بینم قاری سید بسیار بچه با ادب است. در مجالس و محافل که می بینم قاری سید بسیار سنگین و نه که مثل بچه های دیگه تو شوخی و بازیگوشی داشته باشه، به کلانا احترام داره و در ضمن قاری سید به نماز و طاعت خود بسیار پابند است. امروه والده خود بسیار کمک میکنه در کارهای خانه و والده از اینا بسیار از این قاری سید راضی است. قاری سید عبدالبصیر فرزند حاجی حمیدالله شاگرد دارالحفاظ شهید رحمانی که موفق شدن 30 جزء کلام الله مجید را به طور کامل و با می تجوید حفظ کنن و یک از شاگردای نیک و شاگردای ورزیده و با اخلاق، شاگردی که همیشه پایبند به دروس و اخلاق نیک بوده و رفتار مناسب نسبت به اولیا و نسبت به استادا و همچنین شاگردایی که در محیط با او صحبت میکنن و درس میخونن و معاشرت دارن و همچنین در بیرون از دارالحفاظ و بیرون از چوکات درسی واقعا یک انسان شریفی هستن که خداوند جل جلاله او من حیث دوست خوب و من حیث اهل خوب برگزیده و امیدواریم که در آینده یک عالم برجسته، یک عالم که رهنما و رهگزین برای تمام جهان بشریت و بالخصوص برای امت مسلمه افغانستان و بالاخص برای این مردم متدین و شهید پرور ولایت هرات باشد. قاسم راستین هستم، پسرمامه قاری سید بصیر احمد جان. اولتر از همه باید بگم که در رابطه به اینکه حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه در رابطه به فرزند گفتند که فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است. قاری سید الحمدلله شکر خدا یکی از شاگردان ممتاز ولایت هرات شد در این جریان یک هفته پیش که با
حفظ قرآن، 30 جزء قرآن از ایشان در سن 12 سالگی یک از ممتازترین شاگردان ولایت ایراد گردید. حالا برای که قاری صاحب یک از شاگردان ممتاز قرآن حفظ قرآن از ایشان شده، قاری صاحب محترم در مکتب و دیگر پروگرام های آموزشی خود یکی از شاگردان نخبه و برجسته است. همچنین در جریان چند سال مکتب خود شاگرد اول مکتب نیز بوده است قاری صاحب. خب در رابطه به ویژگی‌های خود قاری صاحب بعد گفت که قاری صاحب یکی از بچه‌های بسیار با هدف، با اخلاق و همچنین زحمتکش. و ما همین چندین باری که ما در جایی که ایر دیدم مشاهده کردم قاری صاحب بسیار با یک سنگینی و یک رفتار سلوک رفتار بسیار متمایز از دیگه بچه ها بوده قاری صاحب. خب ما از خداوند منان آرزوی عزیز دارم که خداوند برای پدر و مادر از توفیق بیشتر بده که در گامای بعدی پروگرامای بعدی از او را یاری بسازن، او را همکاری بکنن تا در آینده یک شخص باشه که در دیار خود، در کشور خود خدمت بکنن. و از تمام والدین گرامی خواهشمند عزیزتم که در قسمت تربیه و در قسمت تعلیم اولادای خود کوشش بکنند تا آنها را افرادی بسازند که در جامعه خود خدمت بکنند و مستر خدمت باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة صدق الله العظيم. از این که فرزند محافظ قرآن شده بسیار ما خوشحالیم، بسیار خوشحالیم که نعمت خداوند به ما عطا کرده و سرمایه دنیایی و سرمایه اخروی، سرمایه واقعا همین سرمایه، اگر برادرها کس دیگه هم آرزو داره خداوند اونها رو به حضور مقصد اونها برسونه، واقعا سرمایه همین سرمایه خداوند نصیب همه ما و شما بکنه. جای بسیار مسرت است و جای افتخار است برای ما که قاری صاحب در سطح هرات شاگرد ممتاز شده و ما خودم بسیار آرزو داشتم واقعا که حافظ قرآن عظیم شان شوم، دیگه خداوند نصیب ما نکرد. و از قاری صاحب ما امیدوار هستم که یک شخصیت برجسته شود، یک شخصیت ممتاز شود در سطح افغانستان و مایه افتخار تمام افغانا باشه. و امیدوارم آینده روشن به قاری صاحب میبینم، چون بسیار از یک فکر و ذهن بلند برخوردار است. حفظ قرآن کریم یک امر بسیار نیک، پسندیده سنت که حفظ کنن و بعد از اینکه حفظ کردن و حتما و حتما شاید و باید علوم قرآنی رو پیش ببرن که تا یک شخص نباشه که قرآن کریم به شکلی بخونه، به شکلی که حفظ داره و از معنا و مفاهیم از او آگاهی نداره. و چه بسا بسیار خوشحالیه برای اشخاصی که اولاد خود در این را روان میکنن و بعد از او هم و اونا رو میگذارن در مدارس علوم دینی که با مفاهیم قرآن کریم آشنایی پیدا کنن و به طور صحیح و درست معنا و مفهوم قرآن کریم رو بفهمن و یک شخص بسیار نیکی باشن برای جامعه. از زمانی که قرآن کریم را حفظ کردم تغییرات زیادی به زندگی من به وجود آمده. اخلاقم خوب شده است، نمازهای خود را سر وقت می خوانم و به پدر مادر خود زیاد احترام می کنم. یک قاری خوب باید نسبت به رفتاری به خانواده باید طوری باشه که کسانی که قاری نیستند از این را به خود الگو بگیرن که ببینن چطور رفتار داره، چطور اخلاقی داره، اخلاقی چی شکل با دیگه بچه های دیگه ای ببینن خوش اینا بیه اونا بیان به طرف قرآن بیان. و نسب که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن، خداوند جل جلاله به قرآن شریف فرمودن و انک لعلی خلق عظیم، برای پیامبر خدا بهترین اخلاق داره و همچنان کفار از اخلاق پیامبر خدا به دین اسلام مشرف میشن. همچنان ما این اخلاق رو به خود الگو میگیریم
که باید یک قاری باید اخلاق بسیار زیبایی داشته باشه، چنانچه که دیگر مردم اخلاق آن را دیده و به طرف بیشتر بیان با اهل قرآن بیان. پیام قرآن به بشریت اینه که وقتی ما در قرآن کریم نگاه میکنیم، از آیات قرآن کریم این برمیایه که بشریت اگر مای از تاریکی ها نجات پیدا کنه و به روشنایی ها گام برداره، باید چنگ به قرآن کریم بزنه. اگر بشریت میخواه که از تمام دردهای معنوی و همچنین دردهای ظاهری و باطنی نجات پیدا کنه، باز هم باید چنگ به قرآن کریم بزنه. اگر بشریت اخلاق مای، علم مای، پیشرفت مای، انسانیت مای، مای که بشرگونه زندگی کنه، باید قرآن کریم را رها نکنه و به این ریسمان محکم پروردگار چنگ بزنه. در رابطه به ارزش و قرآن عظیمشان باید گفت که قرآن عظیمشان کلام خداوند است، بدون کدام شک و تردید میتوان گفت که فیوزات و برکات زیاد در روی زندگی انسان ها میگذاره. نه اینکه تنها آدم قرآن شریف حفظ بکنه و یاد بگیره، بلکه باید عمل هم نیز جنبه عملی هم داره. حفظ کردن قرآن عظیم شان باید او را آدم جنبه های عملی را زیرم پیش ببره، نه اینکه تنها حفظ کرد. و در رابطه به که تأثیراتی که قرآن روی افراد میگذاره است که رفتار و سلوک افرادی که حافظ قرآن است و در راه دین خدمت میکنن متمایزتر از افراد دیگه است که در اجتماع زندگی میکنن. تقاضای قرآن از ما و شما اینه که تنها به حفظ قرآن اکتفا نکنیم، به پهلوی حفظ باید علوم قرآن را باید یاد گیریم و به او عمل کنیم. حفظ قرآن یک کار مستحب میشه و همچنان عمل به قرآن فرضه که باید انسان با قرآن شریف عمل کنه تا اینکه زندگی انسان تغییر کنه. از خوبی ها علمی که داریم به او عمل باید بکنیم، تنها به حفظ نباید اکتفا کنیم. مشوق اصلی من پدر و مادرم بودن و اعضای فامیلم که توانستم به یاری خداوند کل قرآن کریم را حفظ کنم. فرزند ما الحمدلله استعدادش خیلی استعداد خوب داره و ما برنامه زیاد داریم انشاءالله در پیش رو که دیگر مکتب هم برای درس بخونه و در دارالعلوم هم بخونه، انشاءالله تفسیر را هم یاد بگیره، لسان عربی یاد بگیره، انشاءالله لسان انگلیسی یاد بگیره و خیلی برنامه ما سر داریم. و این ما برای تمام برادرها و بینندگان این میگیم، هر اولاد شما که استعداد داره، استعداد را نگذاریم که او به خاک معدل شود. سر از کار کنیم، کوشش کنیم که همون استعداد را از اون چیزی که میخواد به دست بیاره، او طفل استعداد زایه نشه، از بین نره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. هدف من از حفظ قرآن کریم این بوده است که قرآن کریم را یاد بگیرم و با آن عمل کنم و به دیگرانم بیاموزانم. قرآن کریم برای تمام جهان بشریت پیام داره، پیام آزادی، پیام صلح، پیام صفا، پیام عبودیت، پیام رضایت الله، پیام درست زندگی کردن، که ما باید از قرآن کریم باید بیاموزیم، زندگی خورس وفق بدیم با آیات قرآن کریم، با احکامات قرآن کریم. ان شاء الله الرحمن آنچنان که خدای کریم فرموده که شما موفق میشین وقتی که قرآن در زندگی شما باشه، و حتما هم همینطور است ان شاء الله که اگر این کار را انجام بدیم و موفق هم هستیم. پیام ما به خانواده های عزیز اینه که همین رقمی که هر انسانی ضرورت داره علم به دست میاره، از جمله علمی که فرض شده بر انسان مسلمان خصوصا تحصیل علم دینیه، که او هم از قرآن کریم فقط میشه، چون منبع دین قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین هر خانواده وظیفه دارن که اولادها خود به طرف مدارس قرآن کریم روان کنن و صحیح خوانی قرآن کریم، مفاهیم قرآن کریم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، و اگر علاقه داشتن و میتوانستن میتونن که قرآن کریم را حفظن بکنن. پیام من به حافظان وحی این است که تنها به حفظ قرآن کریم اکتفا نکنن، بلکه به ترجمه و تفسیر و عمل به قرآن کریم بپردازن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.